کیروش عین پدر منه، میگفتن اسکوچیچ و فلان اینا، من وظیفم بود از مربی حمایت کنم به عنوان بازیکن. کیروش هم همینطوری، کیروش آدم بوده که منو دعوت کرده، صمیمی ترین بازیکن با من شاید باشه با چند تا بازیکن دیگه. چرا من وقتی یه چیز بد ازش ندیدم باید یه چیزی بد بگم؟ من واقعا چیز بدی ازش ندیدم. حالا غیر از مسئله حاشیه میخوام فنی بپرسم به نظرت. فنیش خدای خوبه. نه میخوام بدونم که خب یه سری بحث هم هست در مورد این که حالا یه سری تغییرات به وجود بیاد، اگر 1% نتیجه و برآوردیم بشه که کیروش بره، به نظرت ما میتونیم با مربی ایرانی حساب رو مربی ایرانی حساب کنیم و حالا یه سری گزینه ها هستن آره باشون موفق بشیم؟ آره چرا که نه. بعد حالا در مورد صمیمیتت با کیروش هم حرف زدی، یکی از ماندگارترین صحنه های جام جهانی بعد از اون گل با خودم نمیرسم بابا. آره نگاهش لپشو کشیدی اون نگاهش نه تو گردنش گرفتی. خب ما واقعا دوستش داریم، یعنی واقعا یه چیز دلیه، نه تنها من، بیشتر بازیکن‌ها واقعا دوستش دارم. آدم خوبیه، آدم با شخصیتیه، ولی قطعا همه جای دنیا هم هر کی هم باشی بالاخره دشمن خودتو داری، منتقد خودتو داری. آخه یه بحثی که در مورد کیروش وجود داره اینه که ما 3 جام جهانی با کیروش رفتیم خب. و هیچ کدومش هیچ ببخشید قرمت برم، واقعا با منطقی باشیم دیگه، ما سطحمون در سطح اونا نبود که خدای بگیم آقا تو یه معجزه کنه اینه مراکش. بابا مراکش بازیکناش یکی از بهترین تیمای دنیا دارن بازی میکنن، خیلی تاثیر داره. اپل واچش صدا میکرد موقع ریتش. آره ریتش اون واقعا حالش بد بود اون موقع بکنم. خیلی خوشحال بود، یعنی از فرط خوشحالی بکنم. آره خیلی حالش بد بود. ما مواظبش باشیم، بابا بزرگ داره میشه یواش یواش.